بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و وقت بخیر. بنده سید علی راسخ هستم در دوره تشخیص ناهنجاری های قامتی بخش ستون فقرات و اندام فوقانی در خدمت شما خواهم بود. هدفمون از برگزاری این دوره این هست که ما با دانش تخصصی بدون اتکا بر دستگاه های گران قیمت یا تست های کلینیکی که معمولا روش انجام اونها فراموش میشه و چندان کاربردی و فانکشنال نیست، بتونیم ناهنجاری های قامتی رو تشخیص بدیم و از وجود یا عدم وجود اونها اطمینان حاصل کنیم. در ابتدا و در فصل یکم بخش مقدمه ما مفاهیمی رو در خصوص پاسچر یا وضعیت بدنی خدمت شما عرض خواهیم کرد و همچنین با انواع پاسچر آشنا خواهیم شد. وضعیت بدنی یا پاسچر از لحاظ سیستم اسکلتی عضلانی، بدن انسان از قسمت‌ها و اجزای مختلفی تشکیل شده. برای اینکه این اجزا مثل سیستم اسکلتی که ما در این دوره باش کار داریم، سیستم عضلانی، سیستم عصبی، سیستم های مربوط به بافت نرم مثل فاشیا، ربات ها، تاندون ها و غیره و غیره به خوبی با هم تعامل داشته باشن، بایستی از تناسب یا راستای ایدئالی برخوردار باشن. چطور؟ اگر بر فرض مثال قرار است که ما مفصل آرنج خودمون رو خم کنیم، بایستی سیستم اسکلتی ما دخیل باشه، سیستم عضلانی ما دخیل باشه، عصبی ما دخیل باشه و غیره و غیره. اگر سیستم عضلانی ما مثل عضله دو سر بازوی ما دچار آسیب شده باشه، مطمئناً این عمل شکل نمیگیره. یا مفصل شانه ما در وضعیت نامتعادلی قرار داشته باشه، مطمئناً دامنه خم شدن مفصل آرنج ما با محدودیت روبرو خواهد شد. پس بنابراین قسمت‌های مختلف بدن ما بایستی در یک راستای ایدئال باشند تا این تعامل به خوبی برقرار بشه. به این تعامل وضعیت بدنی یا پاسچر میگن. این کلید واژه یکی از پرتکرارترین کلید واژه‌ای است که در این دوره آموزشی با اون سر و کار خواهیم داشت. چرا ارزیابی وضعیت بدنی یا پاسچر؟ اگر ما به وضعیت بدنی یا پاسچر توجهی نکنیم، مطمئناً باعث ظاهر ناخوشایند خواهد شد. بسیاری از ورزشکاران بودند که به دلیل ابتلا به عارضه هایی که از لحاظ جسمانی اونها رو در وضعیت بدی نشون میداده، از ورزش کردن به صورت حرفه‌ای به دور گذاشته. پس بنابر این ظاهر ناخوشایند هم در عملکرد افراد میتونه تأثیر داشته باشه و هم این که از لحاظ روانی میتونه اون فرد رو در یک انزوا قرار بده یا خیر. موضوع بعدی کاهش عمر تندرستی یا ورزشی فرد است. مطمئناً وقتی یک ورزشکار حرفه‌ای دارای کچ‌پشتی یا اسکولیوزیس هست، کاهش عمر تندرستی یا ورزشی برای اون در پی خواهد داشت. چرا؟ چون مکررن دچار آسیب خواهد شد. باعث میشه که سیستم هایی که در اسلاید قبل خدمت شما عرض کردیم در یک وضعیت عدم تعادل قرار داشته باشن و این عدم تعادل منجر به بروز آسیب خواهد شد. که همچنین در این قسمت ذکر شده ناهنجاری های قامتی منشأ بسیاری از آسیب های عضلانی اسکلتی هستند. بسیاری از ورزشکاران ما، اگر برای نمونه بخوایم مثال بزنیم، ورزشکارانی که دچار آسیب ACL میشن، در تست های فانکشنالی که گرفته میشه ممکن هست این افراد دچار زانوی ضربدری فانکشنال یا عملکردی بشن.
پس بنابر این ناهنجاری های قامتی میتونه یکی از ریس فاکتورهایی بشه مثل زانوی ضربه‌دریه فانکشنال یا عمل کردی که منجر به بروز آسیب اسکلتی عضلانی برای نمونه آسیب ACLی که خدمتتون مثال زدیم بشه. پس بنابراین یک کلید واژه بسیار مهم هست که مربیان ورزشی، ورزشکاران و همچنین متخصصان حوزه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اسلایب بایستی بیشتر به اون توجه نشون بده. طریقه بررسی وضعیت بدن. برای اینکه وضعیت بدنی رو بتونیم بررسی کنیم بایستی از خط شاغول استفاده کنیم. از هر نمای خلفی، قدامی و جانبی ما اگر خط شاغول رو بر روی بدن بندازیم متوجه میشیم که بدن به دو قسمت مساوی تقسیم میشه، یا چپ و راست هست که از نماهای قدامی و خلفیه، یا از نمای جانبی به صورت جلو و عقب هست. پس بنابر این وضعیت بدنی مثل یک ترازوست که تعادل بین هر دو کفه ترازو رو رعایت میکنه. معیار بررسی وضعیت بدنی. اگر ما بخوایم وضعیت بدنی ایدئال رو از نمای خلفی بررسی کنیم بایستی خط ثقلی که خدمت شما عرض شد از وسط استخوان جمجمه عبور کنه، سپس خط میانی ستون مهره ها یا همان زوائد شوکی یا اسپاینوس پروسس مهره ها لگن خاصره عبور کنه و بیاد و از بین دو اندام تحتانی رد بشه. پس بنابراین اگر ما به صورت چشمی جای خواستیم ارزیابی رو انجام بدیم از نمای خلفی، به این صورت هست که بایستی خطی رو از این قسمت ما عبور بدیم و به دو بخش راست و چپ به صورت مساوی تقسیم بشه. همچنین از نمای جانبی بایستی یک خط از قسمت بالا ما در نظر بگیریم. این خط از زائده استخوان مستوئید یا همون قسمت گوش ما عبور کنه، جسم مهره های گردنی رو رد کنه، زائده آکرومیون کتف این زائده عبور بشه، قسمت جسم مهره های استخوان کمری رو رد کنه، برجستگی استخوان ران رو به همین شکل، لقمه خارجی استخوان ران در قسمت زانو رو که در اینجا قرار داره رد کنه و در نهایت جلوی قوزک خارجی مچ پا فرود بیاد. این از نمای جانبی است که بایستی از این قسمت ها عبور شه که ما بگیم یک ناحیه آیا در وضعیت ایدئال قرار داره یا خیر. و از نمای قدامی بایستی از بینی عبور کنه، جناق سینه به همین شکل مفصل آنه عبور کنه، خط میانی بین اندام‌های تحتانی فرود. هدفمون این بود که ما معیارها رو باشون آشنا بشیم، سپس بیایم این قسمت و با انواع وضعیت بدنی که شامل وضعیت بدنی ایدئال، مطلوب و ضعیف هست به صورت کاربردی با کلید واژه پاستچر یا وضعیت بدنی به صورت عملی بتونیم کاربرد این کلید واژه رو بیشتر متوجه بشیم. ابتدا وضعیت بدنی ایدئال توصیه میشه. مثال هایی که در این وضعیت های بدنی خدمت شما عرض میشه رو به صورت تمرینی انجام بدید تا بیشتر به اونها آشنا بشید. وضعیت بدنی ایدئال. وضعیت بدنی ایدئال وضعیت بدنی است که خط سر از مرکز تمام نقاط تعیین شده عبور میکنه. این باعث حفظ و برقراری تعادل میشه و همچنین گشتاور نیروها خونسا خواهد بود.
اما وضعیت بدنی مطلوب، خط سقل از نزدیکی مرکز نقاط تعیین شده عبور میکنه. این وضعیت بدنی باعث اعمال حداقل فشار روی مفصل و همچنین گشتاور نیروها کمی تغییر میکنه. این دو وضعیت بدنی وضعیت‌های بدنی ایدئالی هستند. اگر سختگیرانه به مفهوم وضعیت بدنی یا پاسچر فکر نکنید. اما وضعیت بدنی ضعیف. وضعیت بدنی ضعیف وضعیتی است که خط سقل کاملا از مرکز نقاط تعیین شده دور شده. این باعث اعمال حداکثر فشار روی مفاصل میشه و همچنین گشتاور نیروها کاملا تغییر خواهد کرد. این وضعیت بدنی ضعیف وضعیتی است که منجر به بروز آسیب خواهد شد، یا آسیب حاد یا آسیب مزمن. انواع وضعیت بدنی ضعیف یا دارای ناهنجاری. خب سه نوع وضعیت بدنی ضعیف یا دارای ناهنجاری داریم. یک، هبیجوال یا عادتی. به چه صورت هست؟ بر فرض مثال فرد وقتی که فعالیت‌های روزمره خودش انجام میده، مثل اینکه قرار هست کارهای کامپیوتری انجام بده، قوز میکنه. اما وقتی که ما ازش تست میگیریم و در وضعیت بینه‌ای، وقتی که ازش تست غربالگری گرفته میشه، در وضعیت بدنی مطلوب و خوبی قرار داره. پس بنابراین وضعیت بدنی هبیجوال یا عادتی وضعیتی است که فرد ممکن است به دلیل اینکه تایم زیادی رو مجبور به انجام یک کار هست و در وضعیت ضعیف قرار بگیره. اما در واقعیت وضعیت بدنی فرد وضعیت بدنی مطلوب و خوبی. دومین وضعیت بدنی ضعیف وضعیت بدنی پاسچرال یا عضلانی است. این وضعیت بدنی وضعیت بدنی است که منشأ عضلانی داره. برای مثال فرد وقتی ازش تست گرفته میشه در وضعیت استندینگ یا ایستاده، دارای ناهنجاری هایپرکایفوزیس یا قوز هست. اما وقتی که تست ساختاری مربوط به این عارضه گرفته میشه، مشخص میشه که فرد از انحنای بسیار طبیعی برخورداره. بنابراین منشأ این انحراف منشأ عضلانی است که بر اثر ضعف و کوتاهی بافت نرم به وجود اومده. و در نهایت وضعیت بدنی ضعیف یا استرکچرال یا استخوانی. در راستای مثال اسلاید قبل، فرد اگر دچار کایفوزیس یا گردپشتی هست، اگر ما تست استرکچرال یا ساختاری رو ازش بگیریم، متوجه میشیم که انحنای عارضه بیشتر شده. پس بنابراین این عارضه منشأ استخوانی داره که این هم میتونه بر اثر ضعف و کوتاهی بافت نرم در طولانی مدت به صورت مزمن اتفاق افتاده باشه. همچنین ممکن هست فرد به صورت مادرزادی زاویه بین سر و تنه استخوان ران فرق کنه. به صورت طبیعی باعث به این صورت باشه، اما به این صورت شده، یا به عارضه کوکسا والگا یا کوکسا وارا مبتلا شده. بنابراین فرد دچار یک عارضه ساختاری یا استرکچرال هست. و چرا ما میان بهش تمرین اصلاحی تجویز میکنیم؟ ما باید منشأ وضعیت بدنی ضعیفمون رو بدونیم، بعد از اون بهش تمرین اصلاحی تجویز کنیم، و الا به فرد لطمه بسیار جدی وارد کرد. سوال: آیا این امکان وجود داره که در یک وضعیت بدنی خط سقل از مرکز برخی از نقاط عبور کنه و برخی دیگر نقاط نتونه عبور کنه؟ بله. ببینید این تصویر رو اگر مشاهده بفرمایید، خط سقل دقیقاً بر روی قسمت ناحیه زانو
لندمارکی که اشاره کردیم و لندمارکی که در قسمت قوزک بود به خوبی عبور کرده، اما از قسمت مفصل ران به بالا با یک فاصله مسیر عبور خودش رو ادامه داره. پس بنابر این وضعیت بدنی میتونه منحصر به یک ناحیه باشه. امکان داره سر و گردن یک فرد در وضعیت نامساعد قرار داشته باشه اما از قسمت شانه به پایین درست باشه، و همچنین ممکن هست که کلن از قسمت بالا سر و گردن تا قسمت پایین در وضعیت بدنی نامطلوبی قرار گرفته باشه. در این قسمت به معرفی روش‌های ارزیابی وضعیت بدنی خواهیم پرداخت. برای اینکه ما بهتر بتونیم یک وضعیت بدنی که ایدئال هست رو از وضعیت بدنی که ضعیف هست تشخیص بدیم، بایستی از چه روش ارزیابی استفاده کنیم. یک روش ارزیابی تهاجمی هست و دو روش ارزیابی غیر تهاجمی. در روش ارزیابی تهاجمی که معمولاً با استفاده از دستگاه‌های رادیوگرافی یا ایکس‌ری، MRI، CT اسکن، سونوگرافی و غیره و غیره انجام میشه، با استفاده از اشعه‌ای که به بدن فرد تابیده میشه، ساختار بدنی یا اون ناحیه مد نظر مشخص شده و با استفاده از این روش ما میتونیم مطلع بشیم که آیا اون وضعیت بدنی مد نظرمون رو اون ناحیه دارا هست یا خیر. اما روش ارزیابی غیر تهاجمی، با توجه به اینکه روش ارزیابی تهاجمی عوارض خودش رو داره و معمولا برای افراد به صورت مکرر نمیتونه انجام بگیره، اما روش های ارزیابی غیر تهاجمی بسیار گزینه بهتری خواهد بود. که سه دسته روش ارزیابی غیر تهاجمی داریم. یک روش میدانی هست، دو کلینیکی و سه آزمایشگاهی. در روش ارزیابی آزمایشگاهی که معمولاً از دستگاه‌هایی استفاده میشه که فضای بسیار زیادی رو اشغال میکنن، در هنگام تست ها یا غربالگری ها مورد کاربرد قرار میگیره. درصد خطای این دستگاه ها بسیار کم هست، اما هزینه اونها بسیار گران قیمت هست. در حد هزینه های میلیاردی بایستی برای تهیه این وسایل استفاده بشه، ضمن این که افراد هم بخوان این تست ها رو انجام بدن بایستی ویزیت های بسیار زیادی رو و گران قیمتی رو پرداخت کنن. جابجایی این دستگاه ها بسیار سخته، صرفاً برای فضاهای آزمایشگاهی پژوهشی استفاده میشه و همچنین کار با این دستگاه ها نیازمند طی کردن دوره ها یا کورس های تخصصی است تا تکنسیان یا متخصص به خوبی بتونه این دستگاه رو کالیبره کنه، نحوه فعالیت با اون رو یاد بگیره، و بنابر این روش روش مطلوب و بهینه‌ای نیست که در دسترس ارزیابان قرار بگیرد. روش بعد روش ارزیابی کلینیکی است. در این روش از وسایلی استفاده میشه که معمولاً حملشون راحت‌تر هست نسبت به وسایل آزمایشگاهی، اما هزینه این دستگاه ها نسبتاً گران قیمت است. در حد هزینه های میلیونی میتونیم برای تهیه این دستگاه ها ما متصور بشیم. نقطه ضعفی که این دستگاه ها دارن این هست که معمولاً برای ارزیابی های ایستا هستن. یعنی صرفاً فرد بایستی در وضعیت ایستاده یا نشسته قرار بگیره تا اون ساختار مد نظر مورد ارزیابی قرار گیره. پس بنابراین چندان این روش هم روش خوبی نیست، ضمن این که اگر ما
بخوایم به نتایج این روش هم استناد کنیم چندان قابل استناد هم نیست. چرا؟ چون اگر مارکرهایی که بر فرض مثال روی بدن قرار میگیره فرد از دانش کافی و دانش پالپیشن یا لمس خوبی برخوردار نباشه و این مارکر رو اشتباه بگذاره، در سیستم نرم افزاری فرد دارای انحراف ستون فقرات خواهد بود و نشان داده خواهد شد. پس بنابراین نتایج این دستگاه ها و این روش هم چندان علمی نیست، ضمن اینکه فرد هم بایستی حتما بدون پوشش باشه. چه ارزیابی هایی که برای ناحیه پا انجام میشه، چه ارزیابی هایی که برای ناحیه اندام تحتانی و ستون فقرات و اندام فوقانی انجام میگیره. این مسئله یکی از نقاط ضعفی است که قرار هست ما برنامه ارزیابی داشته باشیم که کمبود زمان داره. برای نمونه قرار هست که دانش آموزان یک مدرسه ارزیابی بشن. برای این کار تا افراد لباسهای خودشون رو بیرون بیارن، لندمارک ها مشخص بشه، مارکرها روی اون نقاط قرار بگیره، نتایج اون در سیستم ارزیابی و تحلیل بشه. پس بنابراین این روش هم یک روش بهینه و قابل دسترس برای ارزیابان نخواهد. اما در نهایت روش ارزیابی میدانه. در این روش بدون نیاز به وسیله یا دستگاه خاصی ما میتونیم ارزیابی مد نظر خودمون رو انجام بدیم. ضمن اینکه زمان کمتری جهت ارزیابی نیاز است. اگر تخصص شما بالا بره به صورت چشمی و آنی میتونید مشکل یا وضعیت بدنی ضعیف فرد رو شناسایی کنید. با تخصص بیشتر از روی لباس یا از روی کفش به راحتی میتونید مشکلات رو تشخیص بدید و در نهایت ارزیابی هم به صورت استاتیک هست و هم به صورت داینامیک. پس بنابراین این روش یک روش مطلوبتر و بهینه‌تری است برای اینکه افراد به اون استناد کنن و ارزیابی های خودشون رو انجام بدن، که ما در این دوره آموزشی روش های ارزیابی میدانی رو خدمت شما معرفی میکنیم تا کاربرد بیشتری برای شما خواهد داشت. اما قبل از اینکه وارد فصل دوم بشیم، ما بایستی از خطاهای ارزیابی وضعیت بدنی مطلع باشیم. یکی اینکه قبل از اینکه ارزیابی صورت بگیره مطلع بشیم که آیا فرد خسته است یا اینکه در ناحیه خاصی از دردی برخوردار است یا خیر، چون این آیتم باعث میشه که فرد در وضعیت بدنی نامطلوبی قرار بگیره. یا اینکه ما برنامه ارزیابیمون رو بعد از تمرین بگذاریم، خب مطمئناً اون فرد دچار خستگی شده و اون صلابت لازم رو برای ارزیابی نداره که انجام بشه. فرد دچار گرفتگی ها یا اسپاس های عضلانی باشه، مطمئنن مفصل و عضله در وضعیت نامطلوبی قرار میگیره و میتونه ما رو در اون زمان ارزیابی با نتایج نامطلوبی مواجه کنه. اما بعد از یک مدت یا بر فرض مثال فردای اون روز وقتی که فرد دوباره ارزیابی میشه، متوجه میشیم که اصلا این فرد چنین مشکل یا ناهنجاری رو نداشته. صفر گرفتن بدن. بسیاری از افراد هستن برای اینکه نشون بدن وضعیت بدنی ایدئال و نرمالی رو دارن، بدن خودشون رو صفر میگیرن. ما بایستی از این مورد مطلع باشیم. ارزیابی مقابل دیگران. اگر قرار هست ارزیابی صورت بگیره، حتما ما در یک اتاق مجزا یا اینکه محیط ارزیابی به دور از دید افراد باشه، چون باعث خجل شدن اون فرد میشه و میتونه در نتایج ارزیابی بسیار دخیل باشه.
عدم توجیه فرد در مورد ارزیابی. برای مثال کودکی قرار هست که ارزیابی بشه، قبلش بهش بگید که قراره چه اتفاقی بیفته، و بسیاری از کودکان این تصور رو دارن که قراره الان بهشون آمپول زده بشه، پس بنابراین به اون فرد اطلاعاتی رو بدید، حالا چه کوچیک باشه چه فرد بزرگ سالی باشه، تا اطلاعات کافی رو داشته باشه که قراره تستی در مورد سنجش ساختار اسکلتی و عضلانیش انجام بگیره. و در نهایت زاویه دید نامناسب یا زاویه نوری که در حین انجام ارزیابی ها بر روی بدن فرد تابیده میشه نامناسب هست یا به صورت نامتقارن هست. این نکته بسیار تاثیرگذار هست. معمولا اگر ما این نکته رو رعایت نکنیم، برای نمونه در افرادی که دچار اسکولیوز یا مشکوک به اسکولیوز هستن، زاویه دید خیلی دخیل هست. پس بنابراین این نکات رو مد نظر داشته باشیم که در فصل دوم به صورت مفصل به ارزیابی های ستون فقرات ناحیه گردنی بپردازیم. در این فصل به مباحث مرتبط با ستون فقرات گردنی میپردازیم. قبل از اینکه موارد تخصصی مرتبط با تشخیص ناهنجاری های این ناحیه خدمت شما عزیزان عرض بشه، مفاهیم پایه‌ای رو خدمت شما ارائه می‌کنم. بروز ناهنجاری ها در انواع صفحات حرکتی به این صورت اتفاق می‌افته که یک ناهنجاری یا در صفحه AP معمولاً بروز می‌کنه، یعنی به حالت فلکشن یا خم شدن یا اکستنشن یا باز شدن قرار میگیره. در صفحه MD یا مدیولترال به صورت اینکه در حالت ادکشن یا ابدکشن دور شدن و نزدیک شدن قرار میگیره، یا در صفحه TP یا ترانسفرس پلن یا صفحه تورشنال به این صورت هست که ناهنجاری یا اون انحراف ناحیه با چرخش همراه می باشد. پس بنابراین ما بایستی بدونیم که اون انحرافی که اون عضو داره در چه صفحه ای است. چرا؟ به این دلیل که اگر در صفحه AP اتفاق افتاده باشه، معمولا از شدت کمتری برخورداره. اگر در صفحه MD اتفاق افتاده باشه، معمولا از شدت بیشتر، و اگر در صفحه TP اتفاق افتاده باشه، روند اصلاحش رو بسیار زمانبرتر خواهد کرد. پس بنابراین این نکته رو مد نظر داشته باش. آشنایی کلی با ستون فقرات. با توجه به اینکه بخش ناحیه سرویکال و در فصل‌های دیگر بخش‌های ستون فقرات رو پوشش میدیم، بهتره که اون وضعیت طبیعی ناحیه ستون فقرات رو از لحاظ انحنا ما باش آشنا باشیم. ناحیه گردنی دارای تقعر یا گودی، یا بهتر بگیم قوس به سمت داخل هست. ناحیه سینه‌ای یا توراسیک دارای تهدب یا برآمدگی یا قوس به سمت خارج هست، و ناحیه کمری دارای گودی یا انحنای به سمت داخل همانند ناحیه گردنی است. پس بنابراین انحنای این سه ناحیه به این صورت است: